گفتگو با حضور دو مهمان عزیز و گرامی، خانم آذر ماجدی از حزب اتحاد کمونیست کارگری ایران و آقای عطا هودشتیان از فعالین سیاسی و اجتماعی. بحث امروز رو راجع به سوریه و چرا سوریه اینقدر موضوعش مهم شده و ارتباط اون با ایران و حساسیت موضوع و اینکه آیا این مسئله سوریه میتونه چه نقشی رو در منطقه ایفا بکنه. خواستم در ابتدا از جناب آقای عطا هودشتیان خواهش بکنم که اگه امکان داره بحثشون رو شروع بکنن و بعد در ادامه با شما خواهیم. بفهم. با تشکر و با سلام به رادیو پیام و شنوندگان رادیو و خانم آذر ماجدی. بله، بحث سوریه بسیار بسیار بحث مهمی است. یک نقطه آغازین رو فقط تصحیح بکنم که بنده به واقع فعال سیاسی یا اجتماعی نیستم، فقط و فقط یک روشنفکر هستم و به اصطلاح در همین چارچوب این مباحثات رو پیش میبرم. در مورد سوریه، همطور که ملاحظه میکنید و مسلما در جریان هستید، از دو زاویه به نظر من میشه مسئله سوریه رو مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یکی مطالعه هستش که در حضور در حوزه هم پژوهش‌ها میتونیم ازش به عنوان مطالعه ماکرو نام ببریم. یکی هم مطالعه میکرو هست. مطالعه میکرو هم مطالعه روزمره و اتفاقات روزمره است که بسیار مهم و اساسی است، اما مطالعه ماکرو یک روند تاریخی حوادث رو در نظر میگیره. من از این زاویه امروز چند دقیقه میخوام راجع به مسئله سوریه صحبت کنم. به طور اخص پرسش این است که اصولاً جنبشی که در منطقه جریان داره و به طور اخص در سوریه ماهیتش چیست و روند آتش کدام است؟ به طور کلی میتونیم بگیم که سه مدل کشور در منطقه دیده ایم. یکی تونس و مصر که شبیه دوران ایران دوران شاه است که خصوصیت اصلیش مماشات با غرب، نزدیکی با آمریکاست و در واقع یک گذر پاسیفیستی به رژیم بعدیه. این رو در تونس و در مصر ملاحظه کردیم. در واقع خشونت چندانی از سوی نظام دیده نشد و به همین شکل هم ارتش یک موقعیت خونسا رو گرفت. این رو در رژیم شاه دیدیم، در مصر کم و بیش دیدیم، در تونس خیلی زود این ملاحظه شد. دومین مدلی که قابل مشاهده است در منطقه مدل لیبی هست که در واقع این مدل سطحیه به حالت روستامنشانه با غرب رو داره است. به همین شکل هم ساختارش قبیله‌ای هست و مقاومت بسیار مسلحانه سرسختانه نسبت به جنبش اعتراضی داره به هر شکلی که اون جنبش باشه. و بعد هم سومش این هستش که اصولا مواجه با دخالت نظامی ناتو و دخالت نظامی غرب هستیم در این کشور برای تغییر رژیم سیاسی. مدل سوم مدل سوریه هست که بسیار نزدیک به مدل ایران. مدل لیبی و مدل سوریه و ایران از این نقطه نظر اشتراک دارن که هر دوشون در واقع با غرب هیچ گونه مماشاتی ندارن و اگر هم مماشات دارند، این مماشات به شکل دیپلماسی ورشکسته بازاری است و نه حالت مدل تونس و مصر، یعنی به اصطلاح توپ رو به این دامن یکی بعد از دیگری میندازن و این دیپلماسی ادامه داره. در مورد سوریه به طور مشخص، مشخصی اصلیش در واقع سرسختیش با غرب از یک سو و سرسختیش نسبت به جنبش سیاسی است. حالا خود جنبش سیاسی ماجرا چیه؟ خود جنبش سیاسی چند خصوصیت داره که سعی می‌کنم به سرعت بگم به دلیل کمبود وقت. یکی اینکه این جنبش از ابتدا بیشتر روستایی و کمتر شهری بوده است. از آغاز اگه یادتون باشه در شهرهای بزرگ سوریه زمانی که جنبش سیاسی ایجاد شد، رژیم حاکم به سرعت با از در مماشات در اومد، رفرم‌های اندک و محدود و مضحکی رو داد برای عقب نشینی جنبش مدنی. جنبش به سرعت به سمت روستاها رفت. دومین خصوصیت جنبش سوریه این هستش که این جنبش اساساً غیر مسلحانه آغاز شد. هیچ داعیه جنبش سیاسی مسلحانه رو نداشت، بلکه جنبش سراسری توده‌ای کمتر شهری و غیر مسلحانه بود. سومیش خصوصیت اینه که قبل از ابتدا اینجا و آنجا مستقیم و غیر مستقیم جنبش رو تشویق میکرد. و چهارمین خصوصیتش این هستش که حاکمیت مثل مدل دوم و سوم شدیداً و وسیعاً
سرکوب شما. این سرکوب وسیع یک تلفات از هزار کشته اینجا و آنجا، کسانی بیشتر و کسانی کمتر گذاشت، در همین حدود کشته به دست داده و این ماحصل در واقع قدسری یک رژیمی است که شاید مجموع حاکمانش بیشتر از 30 تا 40 تن نباشند، اما همین 30 تن مقاومت کردن و عقب نمیکشند. حالا مشخصات چیست؟ اینکه اولا این یعنی موضع من نسبت به جنبش سوریه این هست، یک اولا همه دستکاری هایی که قبل انجام میده نسبت به جنبش سوریه، این جنبش اساسا به اعتبار من و دیدگاه من جنبش مردمی است، و دو اینکه قابل دفاع است. یعنی دلیل وجود دستکاری های غرب و اینکه حمایت غرب وجود داره، حمایت ما ازش نباید کم بشه. دو اینکه دشمنان اصلی مردم و این جنبش مردمی که قابل دفاع است، یک خود رژیم حاکمه، دو رژیم ایرانه، و این رو میذارم تو تحلیل برای اینکه بعدا میخوام ازش نتیجه بگیرم، و سوم هم که مشهود روسیه و چین هست. سوم این که ماهیت این جنبش کدام است. ماهیت جنبش این که اساسا این جنبش از ابتدای کار خودش، از ابتدای کاروند پیچیده و گنگش، بی سازمان بوده، یک سازمان سراسری و گسترده و تمرکز کرا که خب حالا در قرون گذشته در جنبش های سیاسی دیدیم و در همین یا من با راجع به کیفیت این نوع جنبش ها صحبت کردیم رو نداره. بی سازمان سراسری است. خوب است یا بد است این رو بعدا میتونیم صحبت کنیم، اما این خصوصیت رو داره. دوم اینکه بدون رهبره، بازی که رهبر داره بد است، چیزی که بعدا میشه صحبت کرد. خصوصیت جنبش این است که اصولا رهبر بلا منازعه نداره، مهمتر از اون اینه که برنامه نداره به طور دقیق و روشن. یعنی ما دقیقا نمیدونیم با چه کسانی روبرو هستیم. حالا خود جنبش سیاسی سوریه اصولا این ویژگی برترین رو داره که از آن به دست آمده و بر طبق فرضیات، چون برنامه روشنی نیست، بر طبق فرضیات میتوان احتمالا گفت این جنبش سر به گذشته ندارد. این خیلی مهمه، یعنی اسلامی نیست، یعنی که اتفاقا عکسای آقای خامنه ای پرچم ایران، پرچم دولت ایران رو میسوزانند و اینجا و آنجا شدیداً علت بر علیه دخالت نظامی غیر نظامی سیاسی ایران به اصطلاح این جنبش شکوه و شکایت خودش رو سراسری و جهانی کرده، و میدونیم که این جنبش نمیخواهد، حتی میدونیم که یک حاکمیت اسلامی. این جنبش همه چیز یک روش مسالمت جویانه نسبت به غرب کرده، یعنی از سوی کسانی که بلنگو به دستشون گرفتن، کسانی که کمتر این رو دیدیم، و سوم این که به طور مکرو در روند کلی این جنبش آنچه که قابل پیشبینی هست، علیرغم اینکه داده ها اندک و کم هست، آنچه که کم و بیش قابل پیشبینی است این است که این جنبش در روند استحکام سرمایه‌داری جهانی حرکت میکنه، جنبش ضد سرمایه‌داری نیست، و این روند کلی جنبش هاییست که در منطقه داره. سه، با این حال موضع من، موضع ما، فکر میکنم دفاع از این جنبش باید باشه به دو دلیل، و این با این کلام خاتمه میدم صحبتم رو. یک، به دلیل این که به نظر میاد این جنبش عمیقا مردمی و سراسری است و حرکتش به سمت نابودی یکی از بزرگترین رژیم های مستبد منطقه است، و به این کمک به سمت این که به هر حال ما به سمت یک جامعه سکولار برویم، و سکولار که پیش از این وجود داشته از سطح حکومتی، اما این بار گویا که در سطح اجتماعی و در حوزه و چوبه جامعه مدنی داره شکل میگیره. دومی که سقوط نظام اسدی، سقوط حکومت اسد در واقع کمک این که پشت رژیم ایران در منطقه لرزانده بشه و استحاله بکنه، حرکت بکنه به سمت اینکه کمک در واقع رژیم ایران هرچی بیشتر به سمت سقوط بعدی خودش حرکت با. تشکر. بسیار متشکر از محبتتون. خب خانم ناظر ماجدی، آقای هودشیان موارد گونه مختلفی رو اشاره کردن در رابطه با ماهیت جنبش فعلی در سوریه و اینکه این جنبش مردمی و قابل دفاعه و
باید ازش پشتیبانی کرد. همچنین اشاره کردن که جنبش سکولار و اسلامی نیست. نظر شما نسبت به موضوعاتی که ایشون مطرح کردن و نظر خودتون نسبت به این قضیه اگر محبت کنید گوش بدم. با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام، من اگر اجازه بدید منم توی دور اول ممکنه صحبتم طولانی تر بشه چون آقای هودشتیان مقدمه نسبتاً طولانی رو گفتن و من اگه بخوام به تمام این نکات بپردازم یک کمی ممکنه طولانی بشه. امیدوارم اوکی باشه. من با نظر آقای هودشتیان مخالفم توی موارد متعددی و کلن دیدگاه هم متفاوته، تحلیل و تبیین هم متفاوته و اوضاع رو طور دیگه میبینم. الان توضیح میدم که به چه شکلی. ایشون سه دسته توی منطقه یعنی شمال آفریقا و خاورمیانه تقسیم کردن، کشورهایی که ظرف تقریبا دو سال اخیر توشون خیزش های توده‌ای شکل گرفته. مصر و تونس رو یک کاتگوری گذاشتن، توی دسته گذاشتن، لیبی رو دوم و سوریه رو سوم. قطعا اینا با هم تفاوت‌های دو و شباهت‌های دارن، ولی نوع تقسیم بندی ایشون اصلا نوع تقسیم بندی نیست که من بهش نگاه می‌کنم. مصر و تونس جز اقمار اگر بخواید غرب امپریالیسم یا اون چیزی که من استفاده می‌کنم قطب تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و با نقش ناتو و غرب و اسرائیل و غیره قرار داشتن. لیبی موقعیت متفاوتی داشت، سوریه در قطب تروریسم اسلامی بود که رژیم اسلامی نقش مهمی حتی تو سطح رهبری در اون داره. به این خاطر اینا تفاوت‌هایی دارن، ولی تا اونجا که اگر نگاه کنیم به این کشورها همگی کشورهای سرمایه‌داری با رژیم‌های استبدادی بسیار خشن، سرکوبگر، خونین هستند و تبعیض میان فقیر و غنی بسیار زیاده، استثمار شدیده و اینکه مردم به خاطر خواستهای پایه‌ایشون بلند شن و اعتراضی رو سازمان بدن، خیزشی رو سازمان بدن و شاید حتی در یک شرایطی بشه بهش گفت انقلاب، که من الان به این نمیگم انقلاب، اینها کاملا قابل پیشبینیه. و شما دوره‌ای دارید زندگی می‌کنید که سرمایه‌داری جهانی با یک بحران عمیق اقتصادی روبرو شده و این گلوباله، این تمام دنیا رو در بر گرفته و اینقدر عمیقه که به طور واقعی الان 5 سال از آغازش گذشته ما شاهد هیچ نوع تلیعه‌ای نیستیم که داره این وضعیت بهبود پیدا می‌کنه. اخیراً گفتن استرالیا هم که تا حالا داشت خودش قصر در رفته بود داره وارد میشه و خاورمیانه یا شمال آفریقا هم تافته جدا بافته نیست. الان دنیا اینقدر اینتگره شده. در نتیجه توی شرایط بحران عمیق اقتصادی، فقر مردم به شدت زیادتر شده، سرکوب بیشتر شده و ما شاهد خیزش هایی بودیم، اول در تونس، بعد در مصر، بعضا تو الجزایر، منتها الجزایر هنوز سر جاش مونده، تو اردن، تو یمن و بعد از مدتی این کشیده شد به لیبی و بعد سوریه. با این کشورها چه در رابطه چه اتفاقی افتاد؟ آقای هودشتیان اشاره میکنن که مصر و تونس مثل رژیم شاه بودن، مماشات با غرب داشتن، درسته، جزء اون اقمار اونجا بودن و شما میبینید که خشونت زیادی از جانب رژیم انجام نمیگیره و ارتش خونساست. من نمیدونم این فاکتور رو ایشون از کجا میارن. رژیم شاه زمانی که تو سال 1357 مردم بلند شدن برای خواستهاشون، که خواستهاشون کاملا آزادی بود، عدالت بود، رفع تبعیض بود، ولی یه دفعه اسلامیش کردن دولت‌های غربی تو گوادلوپ. حالا من بعد شباهت این مورد رو با مصر تونس بهش خواهم پرداخت. ارتش فقط تو یه روز تو میدون شهری، تو 17 شهریور تو میدون ژاله یه تعداد زیادی رو کشت. 3000 نفر رقم بود، بیشتر بود، کمتر بود. و بعد آمریکا و غرب پا پیش گذاشتن به خاطر خطر رشد چپ و کمونیسم، ارتش رو گفتن بکشه کنار. اگه اشتباه نکنم هویزر بود اومد، شاه رو بردن، خمینی رو آوردن برای اینکه اجازه ندن ارتش به هم بریزه، بتونن سیستم سرمایه‌داری پرو غرب رو دست نخورده تا اونجایی که امکان داره نگه دارن.
توی مصر هم خشونت شد، توی تونس هم خشونت شد، تو زدن، ولی توی مصر و تونس شباهتش به ایران زمان سلطنت به این شکل هست که دقیقاً چون جزو اقمار نیروهای غربی، تروریسم دولتی، امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم غربی، هر کدوم از این ترمینولوژی که برای شما یا برای شنوندگان روشن آشناتره، اومدن مانیپولاسیون سیاسی کردن. توی ایران سال 1357 کاری که انجام دادن به این شکل بود که گفتن که خیلی خوب، چپ داره میاد جلو، چپ داره قوی میشه، جنبش داره رادیکالیزه میشه. رفتن خمینی رو که هیچ نسل جوان اصلا نمیشناخت، آوردن از توی عراق، نجف، بردن فرانسه و یه دفعه گذاشتن زیر نورافکن. بی بی سی و رادیو اسرائیل و آمریکا و لیبرتی و همه ریختن پاش، یک شبه رهبر ساختن و جنبش مردم رو برای آزادی و رفع تبعیض تبدیل کردن به یک جنبش اسلامی، انقلاب اسلامی و رهبر اسلامی. همین مانیپولاسیون رو تو تونس و مصر انجام دادن. توی تونس خیلی سریع به زین العابدین رو بردن بیرون، بردن عربستان سعودی با تمام پولا و شمشای طلا و چند ایه تن طلا که همسرش برداشت برد و دادن به همون نظامی که سر کار بود. مردم هی اعتراض کردن، هی یه دونه مهره یه دونه مهره مثل مهره های شطرنج بردن بیرون، تا یه جایی که دیگه بالاخره مردم اعتراض کمتر و کمتر شد. توی مصر هم همین کارو کردن. مبارک موند. وقتی که کارگرها تو الکساندریا به خصوص تو اسکندریه اعتراض و اعتصاب بالا گرفت، دیدن دیگه نمیشه، مبارک رو گذاشتن کنار، ارتش مستقیم به دست گرفت. ارتش آمریکا همه میدونن که از پولش رو از دولت آمریکا میگیره. کارمند به قول انگلیسی ها تو پیرول دولت آمریکاست. اومدن جلو مدت طولانی، زدن، سرکوب کردن، مردم چندین بار اومدن تو خیابون، تو میدان التحریر، تو اسکندریه، تو شهرهای دیگه اعتصابای کارگری بود که ارتش رو میخواستن بره. اونجا تو این دوتا کشور مثل ایران مانیپولاسیون سیاسی تونست غرب انجام بده، بدونی که ناتو لازم باشه که مسلحانه وارد صحنه بشه، چون ارتشا باهاش بودن، چون داشت اونجا، چون جزء اقمار خودش بود و هنوز این اتفاق داره ادامه پیدا میکنه. و تو هر دوتا کشور انتخابات، به اصطلاح انتخاباتی که گذاشتن، اسلامی ها از توش اومدن بیرون. اونا رو بهشون میگن اسلامی های معتدل از جنس ترکیه. حالا اینو میذاریم بعدا، امیدوارم بتونیم راجع به این اسلامی های معتدل، نقش ترکیه، نوع اسلام ترکیه‌ای و غیره اگه وقت باشه صحبت بکنیم. تو لیبی چنین مانیپولاسیونی رو نمیتونستن بکنن، ولی لیبی شروع کرده بود یه سری روابط و مناسباتی رو بعد از قضیه هواپیمایی که ترور شده بود، بمب گذاری شده بود و غیر و ذالک، و مسئله زدن زمان ریگان بمبارانی که شده بود و غیره، یواش یواش یک مناسباتی رو با غرب شروع کرده بود، موقعیتش متفاوت بود. تو لیبی چیکار کردن؟ لیبی اومدن یه اپوزیسیون دستساز ساختند، اپوزیسیونی که مرکب هست از رژیم سابقی ها، یعنی کسایی که تو رژیم قذافی بودن و در رفته بودن، قبیله ها و عشیره ها و رؤسای اونها و اسلامیست ها و مامورین حقوق بگیر سیایه. اینا همه حتی اسامیشون روی میتونید رو اینترنت پیدا کنید. اینها رو آوردن، جنگ را افتاد، عملا ناتو به این شکل حتی رسما وارد شد، اول هوایی بود بعد وارد شد و بعد قذافی رو به اون شکل فجیع کشتن و بردن و بعد یه رژیمی را آوردن به همون کثافت رژیم قذافی. رژیمی را آوردن که تا اومد سر کار شروع کرد تجاوز به همسران کسانی که با ارتش قذافی همکاری میکردن، شکنجه تو زندان، و یکی از اولین قوانینی که تصویب کرد چند همسری آزاد شدن برای مردها بود و هنوزم میبینیم. دست کردن تو لجن و یه چیزی رو کشیدن بیرون از فسیل ها و کپک زده ترین بخش های جامعه لیبی، یه چیزی رو آوردن به عنوان، اگر اشتباه نکنم، شورای موقت لیبی یا همچی چیزی. و اینطوری مردم رو عملا، مردم چی میخواستن؟ مردم ممکنه، مردم نمیان میگن ما سرمایه داری نمیخوان، مردم میان میگن ما آزادی میخوان. آزادی خیلی روشن تو تمام این تظاهرات ها بود، ما آزادی میخوان، فقر نمیخوان، وضع بهتر میخوان، فساد خسته شدیم، تبعیض نمیخوایم. مردم اینا رو میگن، اینا یعنی ضد سرمایه داری. ولی چیکار کردن؟
قذافی رو بردن با اون شکل و یه رژیمی آوردن که از نظر سرکوب و خونریزی و جنایت و استبداد و کثافت و عقب موندگی فرقی با قذافی نداره. سوریه وضعش حتی از این هم متفاوت بود. سوریه با اسلام سیاسی بود، با تروریسم اسلامی بود، با رژیم اسلامی بود. اونجا چه کردن؟ الان سوریه و چین دیدن وضع لیبی رو، حاضر نشدن هنوز رأی بدن به اینکه ناتو وارد بشه، ولی ناتو وارد شده. ارتش آزاد سوریه هیچی نیست جز نیروی سوریایی ناتو، هیچی نیست جز اون چیزی که کنترل های آمریکا. اینها اومدن اون توی سپتامبر 2011 توی استانبول این شورا تشکیل شده، هیچ وقت هم اسامی همشون رو نشده، ولی عین لیبی دوباره ترکیبی هست از رژیم سابقی ها، از یه سری از این اسلامیست ها و سی‌آی‌ای ها که اومدن دارن می جنگن. اتفاقی که داره میفته عملا یه جنگ داخلیه تو سوریه ما میبینیم، عملا میبینیم که داره ارتش اسد با این ارتش به اصطلاح آزاد سوریه میجنگن و مردم دارن مثل برگ خزان میریزن رو زمین و زندگیشون داره نابود میشه، جامعهشون داره نابود میشه، مردم دارن کشته میدن. روشن جنبش مردم جنبشی هست برای عدالت، جنبشی هست برای رفع تبعیض، جنبشی هست برای رفاه، جنبشی هست برای آزادی. معلومه که از نظر من کمونیست کاملا قابل دفاعه، ولی این جنبش داره زیر دست و بال دو تا جریان ارتجاعی، یکی رژیم اسد که جمهوری اسلامی هم داره بهش کمک میکنه و یکی ارتش آزاد سوریه که ناتو پشتشه. اینا دوتا دارن اونجا با هم میجنگن، اینا دوتا دارن با هم میجنگن و مردم دارن زیر دست و بال له و لورده میشن. به این معنا من فکر میکنم که کاملا تحلیل و تبیینی که داریم متفاوته از این شرایط و خب اتفاقا جالب خواهد شد، برای اینکه میتونیم تو بحث وارد زوایای مختلفش بشیم. تو تمام این کشورها مردم برای آزادی، برابری، رفاه به نظر من بلند شدن و تو تمام این کشورها با سرکوب دولت‌های خودشون، با کمک تروریسم دولتی و همچنین تروریسم اسلامی روبرو شدن. مردم رو عملا جنبششون رو تو تمام این کشورها، حتی هنوز مردم دارن اعتراض میکنن، زیر خاک دارن سعی میکنن بکنن، کشته میدن مردم، هنوز شکنجه میشن، هنوز سرکوب میشن. این اتفاقی که توی ایران افتاد تو سال 1357، ولی توی این منطقه هنوز خوشبختانه ادامه داره و ما شاید بتونیم شاهد باشیم که هر دو تا قطب تروریسم اسلامی و دولتی رو مردم بتونن کنار بزنن و واقعا دست خودشون بگیرن و بتونن خواستهاشون رو برآورده کنن. به این معنا اتفاقا به نظر من این جنبش‌ها ضد سرمایه‌داریه، ولی که خواستهایی که مردم میخوان تو این کشورها به هیچ وجه با وجود سرمایه‌داری قابل تامین و تضمین نیست. متشکرم. جناب گودشتیان، صحبت‌ها رو شنیدین، نظرات کاملا متفاوت بود با نظر شما. اگر صحبتی دارین در این زمینه میشن. بله حتما خدمتون هم شود که نکاتی هستش که خب میشه بهشون بازگشت و مجددا توضیح داد. مطالعه مکرو با مطالعه میکرو تفاوتش همینه. در واقع در مطالعه میکرو روند و اپروشی که ما داریم یک اپروش ژورنالیستیکه، یعنی به تعداد کشته شدگان، فرار شمشای طلا یا فرار بسیار سرکوب اشاره میکنی که درست هم هست، موردی نیست، اما روند تاریخی رو به اصطلاح کمتر بهش توجه میکنه. اون چیزی که من ملاحظه میکنم در سخنان پیشین این هستش که اگه خوب دقت بکنیم اساسا بحث من این نیست که این رژیم ها رژیم های سرکوب کرد نیستند. مثلا چه موقعی من گفتم که رژیم تونس یا مصر رژیم های فرض فرمایید خیلی دموکراتیک و سکولار و آزادی خواه و انسانی هستند؟ بس درست بر سر این است که در این مطالعه بزرگتر یعنی مکروتر بتوان خطوطی رو که تفاوت میان ماهیت و روند رژیم های مصر و تونس هست رو با رژیم های مثل سوریه ببینیم و لیبی ببینیم. و این رو من ندیدم در گفتگو گذشته. همش بحث بر سر این بود که خب اینا شمشای طلا رو فرار کردن و سرکوب کردن و آدم میکشن و این رژیمی که الان اومده در لیبی و در مصر و در تونس بدتر از گذشته است. خب اصلا تو چارچوب بحث من نبود. ببینید شما به این پرسش نخستی باید توضیح بدید به چه دلیلی تونس نکشت به اون میزانی که سوریه کشت.
یعنی 20,000 تا ما در تونس ندیدیم. حالا بس اگر میگیم 20,000 کشته در تونس و در مصر ندیدیم، به این معنی است که از رژیم فعلی تونس میباید دفاع کرد. اصلا خوش این نیست، اصلا من تعجب میکنم. بحث برتر این هستش که تفاوتی هست بین اینکه ساختارهای این رژیم تفاوت دارند. بحث برتر اینکه ساختار رژیم تونس با ساختار رژیم سوریه تفاوت داره. برتر این بعد بحث کرد و از این تفاوت بهره گرفت برای آینده، برای روند جنبش سکولار و دموکراتیک مردمی. اگه ما فقط تاکید بکنیم برای اینکه اینا همه‌شون دزدن، خب بحثی رو حل نمی‌کنه. البته بحثم نیست که فقط شما به این تاکید کردید. این نکته دومی که من ملاحظه می‌کنم بحث این بحث اینه که یک قضاوت اینجا مطرح شد در گفتگو در صحبت پیشین که رژیم اسد از یک سو و ارتش آزاد سوری از سوی دیگه مردم رو در منگنه نگه داشتن. خب این یه بحثیه که من لزوماً مخالفش نیستم، اما بحث باید باز کرد. یعنی تمام تلاش ما در یک گفتگوی سنجیده این است که از حدود شعارها فراتر بریم و بیاریم در منطق سخنوری عاقلانه و قابل سنجیده و اسیر این به اصطلاح چی میگن، حالتهای هیجان‌زده دفاع از این و دفاع از آن نریم، با اینکه نهایت کار دفاع از عدالت‌خواهی و دموکراتیسم و سکولاریسم و مردمه. این بحثی نیست. ببین این که شما میگویید برابری میگین که از این مسئله نتیجه میگیرید که اتفاقا مبارزات فعلی در سوریه در نزد مردم، آنجا که به مردم خلاصه میشود، یک مبارزه ضد سرمایه‌داری است. خب این که شعار شد. یعنی چرا میگم شعار شد؟ به دلیل این که باید بتوانیم نشان بدهیم در عمل ها که نشانی از روند غیر سرمایه‌داری و ضد سرمایه‌داری در این جنبشی که به عبارت در منگنه مانده است میان این و آن، یعنی ارتش سوریه و ارتش آزاد مردمی سوریه، این وسط که مردم بوده، اینها نشانی به دست بده که اینها حرکتی ضد سرمایه‌داری داره. این خیلی مهمه. یعنی آیا در همون ماجرایی هستیم که خواستای خودمون رو بذاریم، یعنی که می‌خوایم به واقع آنچه که موجود هست رو تحلیل کنیم؟ امکان داره که بگیم که تمام این روند ارتجاعی است. خب این بحث خیلی میتونیم بحث کنیم روش. اما اینکه بگیم این روند ارتجاعی نیست اما جنبش مردمی که در منگنه قرار گرفته حرکتی ضد سرمایه‌داری، این رو باید نشون بدیم. حالا برای این پرسشم اینه از به اصطلاح سخنگوی پیشین که کدام اشتباه‌ها در جنبش سوریه، جنبش مردمی سوریه وجود داره که این امکان رو به ما میده که بگوییم که جنبش موجود یک جنبش ضد سرمایه‌داری است. من معتقدم که هیچ نشانی نیست. من معتقد هستم که اساسا ارتباطی نداره که از سرمایه‌داری خوشمان بیاید یا مخالف سرسخت سرمایه‌داری باشیم، از فاشیسم و توتالیتاریسم خوشمان بیاید یا مخالف سرسخت اینها باشیم. بحث برسر یک تحلیل منطقی خنثاست. مقدمه اول ببینید چی داریم چون ماده خام، بعد بیاین بگیم که اون این باید به این سمت برود یا به اون سمت. ماده خام که در مقابل ماست، من تا اونجایی که دیدم، امکان داره حتما سخنگوی پیشین شاید حتما نشانهایی دارن که به ما خواهند گفت و من یاد خواهند گفت، من نشانی ندیدم در نقاط در سوریه، در هیچ یک از جنبش‌های خاورمیانه و شمال آفریقا. مقالات متعددی راجع به این قضیه منتشر کردم و هیچ جا شعاری برای سرمایه‌داری من ندیدم توش. اصلا بحث اینه که سرمایه‌داری خوب است که بس، اصلا بحث نیست. بحث پس اینه که نشان بدهیم که نکند که ما احتمالا خواسته ها و امیال خودمون رو به جای روند واقعی این جنبش ها، این جنبش ها برعکس طرفداره حتی جنبش مردمی ها که در چارچوبه ارتش آزاد سوریه شکل نگرفتن، جنبش مردمی قبل از اینکه جنبش سیاسی ببخشید مسلحانه بشه، تمام نشان ها داله بر این بود که این جنبش اتفاقا پرو اکسیدانه، پرو غربه. اصلا هیچ اساسا یکی دومی که کاملا پروفرده. برای من بخش رو ببندم چون قرار شد که این سکانس دوم ما کمتر صحبت کنیم، بنابراین میسپرم به خانم ماجدی صحبت رو. با تشکر. متشکر. من بعد خیلی مایلم بدونم که این اصلا چرا واقعا مسئله سوریه و جنبش ها اهمیت داره و این اهمیتش چجوری بس میشه به جنبش ایران. ولی
حالا صحبت برمیگردونیم. خانم ماجدی، ایشون آقای هودشتیان معتقدن که اصلا این جنبش ماهیت ضد سرمایه‌داری نداره و خواستاش احتمالاً متفاوت با اون چیزی که شما میبینید. اول دوست دارم به یه نکته اشاره کنم. ایشون میگن تحلیل خونسا، ایشون روشن فکرن و به تحلیل خونسا قاعدتا قائل هستن، ولی من که من یه مارکسیستم و دنیا رو وقتی تبیین و تحلیل میکنم بر مبنای مناسباتی که تو دنیا وجود داره، قطعا تحلیلم خونسا نیست. و اینکه تحلیلم خونسا نیست، این نیست که خواسته های خودم رو بر جنبشی که در حال در جاری هست تحمیل میکنم. ایشون میگن هیجان زده و سنجیده حرف بزنیم و تحلیل خونسا. از اونجا که من به تحلیل خونسا اعتقادی ندارم، البته فکرم نمی کنم که غیر سنجیده صحبت میشه، بهتر از این مقولات بیایم بیرون و خیلی روشن به صفحه‌ای که وجود داره نگاه کنیم. اگر من مؤلفات مبارزه ضد سرمایه‌داری میبینم تو تمام این کشورها، به خاطر این نیست که کمونیستم و فکر میکنم که جامعه مردم با سرنگونی سرمایه‌داری رها میشن. این خواست من نیست که داره اونجا تحمیل میشه به مبارزه مردم. مسئله بر سر اینه که من اشاره کردم که مردم هیچ وقت نمیان تو خیابون بگن سرمایه‌داری رو بندازیم، سوسیالیسم رو بیاریم. حتی توی مگه اینکه تو لحظات آخرینی که فرضاً انقلابی داره شکل میگیره که آگاهانه داره برای سوسیالیسم میره، مردم میان خواست هاشون رو تحمیل کنن توی قالب شعاراشون. شعارای مردم من نمیگم، درنچه من شعار نمیدم، مردم هم که تو خیابون شعار میدن و شعارهایی میدن که با زندگیشون تطبیق داره. مردم علیه فقر شعار میدن. به نظر من تو تونس خیلی روشن بود اون نون باگتی که نون فرانسوی که اون مردم توی تظاهرات به دست خودشون گرفتن، خیلی بیانگوین بود که مردم دارن برای نون حتی مبارزه میکنن. یا اون جوونی که خودشو آتیش زد به خاطر اینکه از بیکاری، از تحقیر خسته شده بود و همون کبریتی شد به یک جنبش وسیع، نه فقط تو تونس بلکه به تو کل منطقه. مردم علیه فقر مبارزه میکنن، مردم رفاه میخوان، مردم آزادی میخوان. ببینید من یه نکته دیگه هم بگم، مردم هیچ وقت نمیگن دموکراسی، مردم میگن آزادی. ولی غرب چیکار میکنه؟ میگه شما میگه آزادی یعنی دموکراسی، پس من یه پارلمانی بهت میدم که سلفیه راستوش در میارم بیرون. و همین اتفاق هم میفته، همین اتفاق هم میفته و تو مصر اخوان المسلمین و سلفیه میان بیرون، توی تونس یه ورژن دیگه اسلامیستا میاد بیرون و هنوز لیبی که هنوز مونده، به اونجا هم نرسیده. حتی مردم میگن آزادی میخوان، مردم میگن فقر نمیخوان و رفاه میخوان، مردم میگن علیه تبعیضن، مردم میگن عدالت میخوان، مردم میگن علیه فساد دولتی هستند. مردم با هر شکل و رویی که دارن اینا رو میگن. من که میشینم تبیین میکنم، نگاه میکنم، میبینم توی خود غربش الان با این وضعیت بحران اقتصادی، جوامعی که به جوامع رفاه معروف هستن، تو خود لندن میگن 25% کودکان تو فقر دارن زندگی میکنن. تو یونان خانواده ها با بچه های کوچیک افتادن تو خیابون. تو ایتالیا بیکاری و فقر بیداد میکنه. تو اسپانیا و پرتغال همین ویکند پیش مردم ریخته بودن و از فقر دارن صحبت میکنن. وقت تو کشورهایی مثل سوریه و مصر و تونس و غیره، آیا میشه تولید سرمایه‌داری رو ادامه داد و مردم فقیر نباشن؟ آیا میشه رفاه داشت؟ آیا میشه یه رژیمی داشت که آزادی وجود داشته باشه توش، کارگرا بتونن اعتصاب کنن، معلما بتونن اعتصاب کنن، نرسا اعتصاب کنن، مردم حرف خودشونو بزنن، رژیم و ارتش هم مسخره کنن، کسی چی نگه؟ منم که میگم وقتی مردم آزادی میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم علیه تبعیضن، علیه فسادن، و فساد منظورم ارتشاست نه فساد اخلاقی، علیه برای عدالت مبارزه میکنند، این مبارزه به ماهیتش علیه سرمایه‌داریه. حالا مردم خودشون چقدر اومدن شعار ضد سرمایه‌دارانه دادن یا ندادن، این نوع تحلیل و تبیین متفاوت ماست که هر دو میتونه سنجیده باشه
ولی مال من قطعا خونسا نیست، مال شما هم خونسا نیست. شما هم از زاویه دیگه ای که خودتون جهانبینیتون حکم میکنه یا آکادمیاست به این معنا داره نگاه میکنه. من خونسا بودن تحلیل رو تبیین رو من تا حالا نشنیده بودم. و آیا اینا شعاره؟ نه، شعار نیست. داریم راجع به واقعیات زندگی مردم صحبت میکنیم و اینها در چارچوب شعار نیست. مردم میان تو خیابون شعار میدن و من و شما میشینیم از اون شعارها سعی میکنیم بفهمیم خواست مردم چیه، چه جامعه‌ای میتونه جوابگوی خواست مردم باشه، چگونه میشه. منتها یک چیزی رو که به نظر من میرسه آقای هودشتیان خیلی کم توی تحلیل خودشون وارد میکنن، نقش غرب، ناتوس، امپریالیسم آمریکاست، تروریسم دولتی، تمام اینها. شما میگید بگید این که جواب نشد، چرا تو سوریه جنگ شد، تو مصر و تونس نشد. تو مصر و تونس من سعی کردم توضیح بدم ولی شما متاسفانه از تمام بحث من فقط میگید که دزدی و که من بهش اشاره کردم در مورد زین العابدین بن علی رو فقط میگید که متوجه شدید. من دقیقا بحثم همین بود که توی مصر و تونس از اون جایی که جزء اقمار غرب بود، آمریکا و غرب تونستن سر دولت رو بردارن ببرن و بگن انقلابتون پیروز شده، ولی همون سیستم قبلی رو سر کار نگه دارن. تو مصر که ارتش اصلا ژنراله اومد جلوی تلویزیون شد رئیس دولت تا زمانی که بگه پارلمان میاد. تو ایران هم میخواستن همین کار رو بکنن، خمینی رو منتها قیام شد تو ایران، پادگان ها گرفته شد، اسلحه دست مردم افتاد، شکل دیگه ای به خودش گرفت، ولی یعنی نقشه همین بود. دولت تونس و دولت مصر ماهیتاً هیچ فرقی با دولت زین العابدین یا اینجا با دولت مبارک ندارن، همون دولتان. فقط پارلمانش اومده اسلامیستا را آورده تو، سکولاریزمی که توی تونس بود از نظر دولت کمرنگتر شده، اسلامیزمش بیشتر شده، حجاب رو سر زنا میخوان بکنن. تو مصر هم که به اندازه تونس سکولاریزم نداشت ولی اونجا هم داره تشدید میشه. ساختار دولتی مصر و تونس دقیقا به این معنا با لیبی و سوریه متفاوته. لیبی و سوریه غرب نتونستن مانیپولاسیون سیاسی کنن، نتونستن رأس دولت رو ببرن، اونجا قذافی و خانوادش، اونجا اسد رو ببرن و بعد دولت رو دست نخورده نگه دارن. نتونستن. تازه تو سوریه به خاطر نزدیکی و اینتگره بودنش با تروریسم اسلامی و اسلام سیاسی حتی موقعیتش متفاوت بود. بیشتر اینا ایدئولوژیکه، اینا ایدئولوژیک سیاسیه نه اقتصادی. همشون سرمایه‌داری هن، همشون بر مبنای استثمارن، همشون بر مبنای سرکوب کارگرن، منتها یکی تو اقمار این ور قرار گرفته، یکی اون طرف. تو مصر و تونس، من تموم میکنم الان، تو مصر و تونس اومدن با مانیپولاسیون سیاسی رأس دولت رو بردن، مثل ایران که شاه رو بردن، و بعد ارتش و دولت دست نخورده باقی موند. به این خاطر تعداد کشته ها کمتره، به این خاطر تعداد شکنجه شده ها کمتره، به این خاطر تعداد دستگیر شده ها کمتره. تو لیبی نتونستن این کارو بکنن، عملا کار به درگیری نظامی کشیده شد. و توی سوریه هم به همین شکل، به همین شکل. این که مردم برای خواستهای برحقشون بلند شدن، احدی در این نمیتونه شک بکنه، که من که قطعا هیچ شکی در این ندارم. ولی تو لیبی و سوریه مردم زیر دست و پای دو نیروی ارتجاعی له شدن و دارن له میشن، یکی از طرف دولتی که سر کاره، یکی از طرف غرب و امپریالیسم آمریکا. و تو سوریه نقش رژیم اسلامی هم که از دولت حمایت میکنه رو باید ببینیم. به نظر من این تحلیل سنجیده میاد به اندازه کافی، بر مبنای شعاری هم نیست، شعارهای مردم رو داره تحلیل میکنه، ولی همونطور که گفتم باید رفت و شعارهای مردم رو شنید و بعد اونها رو تحلیل کرد. اگر فقط شما بخواید ماهیت یه جنبش رو بر مبنای شعارهایی که میگن قضاوت کنید، این تحلیل بسیار بسیار سطحی گرایانه ایه، ساده گرایانه است. چون مردم مثلا یه روی خوش با آمریکا نشون دادن، غربیه. من مشکلی ندارم یک جنبش مردم طرفدار غرب باشه، تا اونجایی که به ارزش‌ها و آزادی‌ها برمیگرده. قطعا غرب خیلی آزادی‌های بیشتری رو داره همین الان و سنتاً داشته تا اون جوامع. من ایرادی به این مسئله نمی‌بینم. مشکل اونجاست که چه دولتی رو و چه نظامی رو میده پشتش. خیلی متشکرم.
ارزم به حضورتون که جناب بودشتیان الان برای بحث رو میتونه بیدید، ولی خیلی دوست داشتم اگر میتونستیم ما به مسئله مذهب و اینکه عملا ما دیدیم در این کشورها که اسلامیستا قدرت رو به دست گرفتن و حالا یا به هر شکلی که امکان داشت مثل تجربه‌ای که ما در ایران هم داشتیم اینها به عنوان آلترناتیو شدن و در مسند قدرت قرار گرفتن، این نقش رو به چه شکل شما میتونید بررسی کنید در ادامه توضیحاتی که اگه داریم در رابطه با بحث گذاشتیم؟ بله بله خواهش، مسئله بسیار بسیار مهمیه، مسئله حضور مجدد اسلامی ها و اینکه به اشکال جدیدی وارد میدان شدن، به این مسئله حتما خواهم پرداخت. چند نکته کوچیک نسبت به صحبت‌های خانم ماجدی عرض می‌کنم خدمتتون و می‌پردازم به این مسئله اهمیت وظیفه سوفی در ایران و اسلامی‌گرایان در ایران. تحلیل خونسا محکوم شده به یک تحلیل آکادمیکه، ولی باز من با این بحثی که عنوان می‌کنیم موافقم که در پس و پیش تحلیل خونسا در واقع یک نوع جهانبینی استوار تلاش برای تحلیل خونسا حداقل این خاصیت داره که منافع و ارزش ها رو، یعنی چیزهایی که با آمپلیسم تحلیل ارتباط نداره، یکی منافع اینترست، یکی هم ولیو، اینا وارد تحلیل نشه. همین، البته در نهایت کار اینا وارد میشن، ولی در ابتدای کار به عنوان اینکه داده ها جلو بیان، مثل یک آرشیتکتی که میخواد فقط و فقط ببینه که فرض فرمایید اندازه‌ی خونه شد. همین، حالا این قشنگ یا قشنگ نیست، این ولیو این حالا تو نمیخوام وارد بحث متدولوژی به اصطلاح تحلیل بشیم، شما حتما بهتر میدونید، اما نمیخوام که این مسئله از با در نظر گرفتن ولیو ها و ارزش ها و اینترست ها وارد بشه، این کاملا اشتباه در تحلیل. برای این زمانی که تحلیل خونسا کردم بحثو کردم مقصودم فقط همین بود و من اتفاقا تصور میکنم که شما هم همین کار رو الان دارید میکنید و به اصطلاح یه مقداری جنبه تحلیل آمپریستی و واقع بینانه رو میبینم در به اصطلاح تحلیل شما، ولی خب نتایجش رو میتونیم مثلا با هم بحث کنیم. یکی از نتایجی که شما میگیرین و من کاملا باش مخالف هستم متاسفانه این هستش که جنبش ضد سرمایه‌داری نشانهایی از خودش نشون نمیده، بلکه ما فقط وجود فقر و استثمار میتونیم احتمالا نتیجه جنبش اعتراض به فقر و اعتراض به استعمار لزوما اعتراض به سرمایه‌داری است. این نیست هم چیزی، یعنی این اگر این بحث شما باشه و اگر خوب من فهمیده باشم و بسیار به موارد در طول تاریخ قرن 20 و قرن 21 حتی اعتراض به فقر لزوما اعتراض به سرمایه‌داری نیست و این بحث بسیار بسیار مهمیه. در بسیاری موارد در قرن 20 و در قرن 19 اعتراض به فقر به پوپولیسم، فاشیسم، به توتالیتاریسم رسیده. ما در قرن 20 دیدیم جنگ جهانی دوم سرآمد، یعنی میزان گسترده فقرایی که به سمت هیتلر می آمدند بسیار شگفت آوره، در تحلیل باید بیاد هر نوع به اصطلاح اعتراضی آن نتیجه‌ای که ما بخوایم بده به دست بده رو به دست نمیده. این خطرناکه، نشانه گذاری، نشانه شعار یک جنبش آن نشانه هست که در جنبش تحلیل خودسا باید در ابتدا بیاد. بسیار که نمیخوام تاکید کنم، فقط میخوام بگم که نه، اگر یک جریانی در مصر که دو خرج زندگی یک به صدا فقیر شهری و روستایی هست و این فاجعه آوره و این نشان از فقر گسترده است و این قابل اعتراضه، من نیست کسی که اعتراض میکنه به این دو داره بزرگ ضد سرمایه‌داری است. ضد سرمایه‌داری بار از تحلیل های ما شرکت کنیم با آگاهی همراهه، نوعی آگاه، نوعی که یک پرسپکتیو جدید و آینده رو یا اونجا در به این لحاظ هستش که از سوریه گذر میکنی و اتفاقا به ایتالیا و انگلستان و آمریکا و غیره که شما اشاره کردیم میرسی، آنجاست بیشتر میتوان از این نوع آگاهی سراغ که احتمالا مبارز شعارهای در رابطه با و استعمار میتواند بیشتر ما رو به سمت نوعی گذر تفکر گذر از سرمایه‌داری برسونه. احتمالا بیشتری امکان در جوامعی که فرهنگ درش گسترش پیدا کرده هست. این پرانتز رو میبندم چون برای وقت محدوده. برمیگردم به این قضیه که این مسئله به اصطلاح مانیپولاسیون سیاسی به اصطلاح همین بحث، یعنی میبینین تفاوت بین
سوریه و تونس این هستش که دوتاشون رژیم های به اصطلاح سرکوبگری هستن، ولی در اینجا ما 20-25 تا چه بسا بیشتر کشته دادیم در سوریه ندادیم. خب این در مورد این بحث هستش که بحث اول منم هم همین بود که تحلیل ما از ساختار نظام ها چیست. خب خیلی تفاوتی که ما بتونیم فرض فرما تظاهرات های متعددی رو در میدان تحریر ببینیم، در شهر، در مرکز شهر به اصطلاح مصر، در مصر، اما در سوریه اصلا نه. یعنی این که جنبش مدنی ادامه دارد در مصر نشانه چیه؟ و اینکه هیچ گونه جنبش سیاسی مردمی توده‌ای در شهرهای بزرگ امکان گسترش در سوریه نداره چیه؟ آخه تفاوت بین سوریه و مصر اینجاست که دیده میشه. همون رابطه با غرب به نظر من این امکانو داد که منیپولاسیون سیاسی که به درستی شما اشاره بهش کردین به نوعی صورت بگیره که فضا رو برای نفس کشیدن برای جنبش مدنی باز بکنه اندکی. من بحثم درست اینجاست که ساختارهای سیاسی رو بررسی میکنم. بحثم دفاع از این ساختارها نیست، بلکه بحثم این هستش که به دلیل مماشاتگری غرب و اینکه توانست منیپولاسیون سیاسی انجام بدهند در سوریه و در مصر و حتی در ایران گذشته، امکان گسترش جنبش های مردمی مدنی در شهرها و در بیشتر وجود داشت و داره. ببینید شما هیچ نمونه ای از جنبش مدنی سیاسی در تونس سوریه سراسر سرکوب بشه، به سرعت سرکوب بشه. ما در دمشق جنبش می آید و می رود، هیچ پایدار نیست، اما در مصر هست. اصلا بحث این نیست که در مصر هم سرکوب نمی کنم، من همه که سرکوب می کنم، اما این نوع تحلیل به ما این امکان رو میده که بتونیم که مکانیزم ها رو فقط تشخیص بدیم. نقطه بعدی این هستش که اشاره کردن به صورت گردانه این برنامه که اصولا مسئله سوریه چه ربطی به ایران داره. دو کلام راجع به این بگم و بعد بپردازم به مسئله اسلامیون. خیلی ربط داره. در ابتدا من خودم به عنوان یک تحلیلگر فکر میکردم که زیاد نداره، ولی الان تصور من این است که به دلیل شدت حمایت رژیم ایران از رژیم سرکوبگر به اصطلاح سوریه خیلی روشن هستش که رژیم ایران ترس فوق العاده ای از به اصطلاح شکست و سر به اصطلاح سرنگونی رژیم اسد داره، به دلیل اینکه در میابه که تنها رژیمی خواهد بود در منطقه که بعد از سقوط رژیم اسد مورد حمایت احتمالی سوریه و چین باید قرار بگیره و این احتمال کمتر خواهد بود. یعنی ادامه حمایت چین و روسیه به اعتبار من از ایران بعد از سقوط سوریه کمتر خواهد بود و امکان حمله نظامی به ایران بیشتر خواهد بود. با وجود سوریه و ادامه سرکوب دولت به اصطلاح اسد، امکان حمله نظامی غرب به ایران کمتر خواهد بود. بدانید که رژیمی هست، حماسی هست، به اصطلاح یک فضایی وجود داره که این فضا اعتراض به غربه. امروز اگه این رژیم اسد سرنگون بشه، به اصطلاح کمر رژیم ایران در منطقه بهش ضربه میخوره، کمرش میخوره، نه سرش. خود طبعا سرش رو باید مردم ایران در ایران سقوط به سقوطش دست بزنن، اما در منطقه بسیار مهم. و این امکان رو اینو میده، این امکان رو میده که احتمالاً رژیم هایی مثل دولت به اصطلاح روسیه و چین بعداً حمایت کمتری رو از دولت بسیار رفتنی خامنه‌ای کمتر. نکته بعدی راجع به اسلامیونه. من تصور میکنم تحلیلی که من دارم این هستش که دولت آمریکا طرفدار برقراری نظام‌های نیمه اسلامی و اسلامی دموکراتیک یا اسلامی مودریت مودقه هستند. یعنی یک نوع حالت‌های دموکراتیک توی گیومه عرض بکنم هستش که اسلامیون باشن، جامعه به اصطلاح اندکی اسلامی باشه، یه مدلی که از ابتدا بارها صحبت شده، مدل جامعه ترکیه. یعنی امروز دولت ترکیه که سران کودتاگر ارتش رو داره همین الان داره به زندان میندازه و تعداد بسیار خوبه توجهشون رو امروز و دیروز مورد محاکمه قرار داده و اینا کسانی بودن که در حمایت از اسلامی بایست قاعدتا در حمایت از رژیم آمریکا کودتا بکنن در ترکیه،
اونها رو رژیم نیمه اسلامی فعلی در ترکیه گرفته و داره محکوم میکنه و به زندان دازه. همشون هم جنرال های قابل رو به سکته هستن، یکیشون هم در دادگاه سکته کرده دیروز. اما این هستش که اتفاقا به نظر من آمریکا ترجیح میده این مدل نیمه اسلامی به اصطلاح موجود در ترکیه ادامه بده کنه و رژیم های حاکم در خاورمیانه و شمال آفریقا از این مدل پیروی بکنن و اتفاقا اینها همین رو عنوان میکنن. خطراتش برای ما و به اصطلاح اینا بحث دیگری است، اما این مدل مدلی است که میگم من تصور میکنم که حتی اروپا بیشتر قابل براشون قابل ترجیح. بفرمایید. بسیار متشکرم خانم ماجدی. اگر حالا صحبتی پیرامون بحث قبلی آقای بودشیان داشتید برها گوش میکنید، ولی دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم در رابطه با نقش سوریه و ایران و اصلا چرا سوریه اینقدر مهمه. یه موضوع دیگه جناب بودشیان اشاره کردن، به درستی من اعتقاد دارم که غرب مایله که اسلامی ها رو در واقع در سر داشته باشه. عملا هم ما میبینیم در هر کشوری که هر تحولی صورت گرفته اسلامیان تونستن به حمایت غرب قدرت رو دست بگیرن. خب چرا واقعا این مسئله اهمیت داره؟ بعد شاید اگر فرصتی باشه و امکانی باشه نگاهی کنیم به این جنگ های منطقه‌ای و اینکه به هر حال ایران تا چه حد میتونه روی سوریه و روی روسیه و چین حساب کنه بعد از سوریه. اینها موضوعاتی که فکر کنم اگه بتونیم بهش اشاره کنیم. حالا به هر حال از یک جا میتونیم شما شروع کنیم، حتی که سلام. من فکر میکنم بحثایی در مورد سرمایه‌داری و فقر و پوپولیسم و غیره رو باید گذاشت برای فرصت دیگه. من بحثای زیادی دارم کلن، جنبش کمونیسم کارگری بحثای خیلی مفصلی داره سر این مسئله که فکر میکنم الان بهتره همون به سوریه بپردازیم چون داریم از بحث دور میشیم. اگر فرصتی پیش بیاد قطعا توی میز گرد دیگه میتونیم راجع به این مسائل صحبت بکنیم. در مورد من تو صحبت اولم اشاره کردم که امیدوارم بهش برسیم که رسیدیم، در مورد اسلام معتدل و الگوی ترکیه. چرا الان این مسئله شده؟ چرا آمریکا و غرب ترجیح میدن اسلام معتدل رو و اسلام معتدل رو به چه چیزی ترجیح میدن؟ گزینه دیگه چیه که اینا اینو بهش ترجیح میدن؟ من نظرم باید به این سوال ها پاسخ داد. ببینید توی مصر شما در این حالی که ظاهرا دولت سکولار بود، حجاب اجباری نبود، ولی یک کشوری بود که کشور دو حکومتش سکولار نبود به هیچ قیمت و مسئله قوانین اسلامی، اسلام دین رسمیه و تمام اینها اونجا وجود داشت. توی تونس تا حدودی سکولارتر بود، تو لیبی از الانش یه ذره کمتر اسلامی بود، ولی میدونیم که قذافی هم پرچم سبزش رو، کتاب سبزش رو، تمام این اراجیفش رو داشت و سوریه اونها هیچ کدومشون رژیم اسلامی به معنای رژیم اسلامی توی ایران نبودن و فرضاً حجاب تویش کدومشون اجباری نبود، ولی دولت ها همه به اصطلاح دین رسمی و غیر از غیره داشتن. حالا چی شد؟ ببینید وقتی شما به جامعه نگاه میکنید، برگردیم 11 سال عقب، بحث تروریسم تو نیویورک و 11 سپتامبر و بعد به ما گفته شد که جنگی در گرفته علیه تروریسم توسط غرب به سرکردگی آمریکا. عراق رو نابود کردن، به یک گورستان بزرگ بغداد رو تبدیل کردن، بیش از 1 میلیون کشته شدن، آواره شدن، زندگی سکتریان بین شیعه و سنی و اینا همیشه ممکن بود با این تعریف به مردم مهر می زدن و زندگیشون رو در مقابل هم قرار می دادن، ولی خیلی روشن شما ازدواج های بین کسایی که خودشون شیعه میدونستن با سنی میدونستن اینها، ولی الان ببینید چه کشتاری بین این افتاده. لبنان همینطور، افغانستان و غیر ذالک. گفتن این جنگ علیه تروریسمه که به نظر ما همیشه گفتیم این جنگ دو قطب تروریسمه، نه جنگ علیه تروریسم. جنگی است میان قطب تروریسم اسلامی و قطب تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا. اسرائیل نقش مهمی توش داره و اینجا مردمن که دارن زیر دست و پا نابود میشن.
و با این همه جنگ و علیه تروریسم و غیر زندت و جوامع غربی رو به عقب کشوندن با زدن حقوق مدنی و غیر و ذالک، یه دفعه وقتی که مصر شلوغ شد، تونس شلوغ شد، ما دیدیم که ای دل غافل چه سریع یه روزه اسامه بن لادن پیدا شد و کشته شد و گفتن خب دیگه این جنگ تموم شد. این اتفاقی بود به نظر شما؟ من فکر نمی کنم این بخشی از تاکتیک و استراتژی آمریکا تو منطقه بود که میخواست بگه ما دیگه جنگی علیه تروریسم اسلامی نداریم، اسامه بن لادن رو کشتن و گذاشتنش کنار و که بتونن این الگوهای اسلام معتدل رو نه به مردم منطقه آنچنان که به مردم کشورهای غربی و به آرا و افکار غربی بتونن بخورونن. آخه مردم ازشون میپرسن شما 10 سال این همه مردم دنیا رو کشته دادید و این همه سرباز از ما کشته دادید و اینا، حالا یه دفعه اوکی شد اسلام، بریم هممون اسلام بیاریم تو این کشورها؟ باید بتونن اینا رو جواب بگن. کشتن اسامه بن لادن به اون شکل با اون تاکتیکای فیلمای جیمز باندی این بود که بگن ما جنگمون با تروریسم اسلامی تموم شد و حالا اینا که میبینید همه اسلام‌های معتدله. ولی این چرا؟ برمیگردم به این سوال، چرا غرب ترجیح میده؟ آپشن دیگه‌اش چیه؟ گزینه دیگه‌اش چیه؟ اگر به اسلام معتدل رضایت نده، باید به چی رضایت بده؟ تو اون کشورها من میدونم یه حزب کمونیستی نیست، یه حزب سوسیالیستی نیست، تمام کمونیستا و سوسیالیستا و کارگرای فعال و زن آزادی خواه همه تو زندانن، همیشه بودن، روشنه. هیچ وقت کمونیست تو این کشورها نتونسته به عنوان یه اپوزیسیونی که میتونه قانونی کار بکنه وجود داشته باشه. اسلامی ها تنها اپوزیسیون مجاز هستن تو تمام اون کشورها، حتی تو مصر که با اخوان مسلمین دعواهایی داشت. روشنه وقتی که کشور شلوغ میشه اونا میفتن جلوی صف، به خصوص که وقت پشتیبانی آمریکا رو دارن. آمریکا باید تصمیم میگرفت که آیا قراره با کارگرای اعتصابی اسکندریه و نمیدونم جاهای مختلف و توی تمام اینا که علیه فقر پاشدن، علیه استثمار پاشدن، آزادی میخوان، چی کار باید بکنه؟ چه آپشنی و چه گزینه رو باید بپذیره؟ اسلام چیزیه که اونجا وجود داره، اسلام بخش کپک زده ترین بخش جامعه است، اسلام جریانی که همیشه با یه ذره نق و نوخ تو جامعه کار کرده، دو سه تاشون هم رفتن تو زندان، مثل ایران خمینی رو فرستادن تبعید. این رو میتونن به عنوان یه اپوزیسیون مجاز به مردم بقبولونن، میتونن بگن دموکراسی اومد، اسلامی ها از توی صندوق رای بیرون اومدن. خب روشنه آمریکا اسلام رو، دولت‌های اسلامی رو 100 مرتبه به این که یه چیز کارگری بخواد بشه یا چپ بشه یا سوسیالیستی بشه یا کمونیستی بشه به هر درجهش روشن ترجیح میده، میخواد سیستم دست نخورده تا اونجایی که ممکنه باقی بمونه. تو لیبی و سوریه ساختار سیاسی ایدئولوژیکش فرق میکرد، اقمارای جای مختلف بودن، جنگ در گرفته، ولی تو مصر و تونس اینطوری نیست، مال جز خودش بودن. برای اینکه سیستم دست نخورده باقی بمونه، همون امیدی که تو ایران داشت و خمینی قرار بود بره قم مثل پاپ توی فلان و بعد بازرگان دولت رو به دست بگیره، قیام نقششون رو نقشه براب کرد، میخواست اینجا هم همین کار رو دارن میکنن. به این دلیل اسلام معتدل رو علم کردن. اسلام معتدل چیزی هست که قرار همسر مردم مصر و تونس کلا بذاره، همسر آرا و افکار بین المللی و کشورهای غربی کلا بذاره که بگه این از اونی نیست که ما باش 10 سال جنگیدیم، این همه سرباز خودمونم کشته دادیم، نه این معتدله. و ترکیه اومده جلو، ترکیه دولت اسلامی ترکیه اومده جلو و یه نقشی داره بازی میکنه. از اون طرف عربستان سعودی، قطر و اون به اصطلاح اون چیز لیگ عرب، اونها هم اومدن جلو، اونها نقش بسیار بسیار زیادی دارن توی لیبی و مصر، به خصوص توی جنگ لیبی و کمک کردن بهش، و الان ارتش آزاد سوریه که این دو اوزار رو بچرخونن. و آمریکا توی این بالانس قدرتی که وجود داره، آمریکا هر کاری که بخواد که نمیتونه بکنه، غرب هم همینطور، باید بتونه با یه بالانس قدرتی خودش رو ببینه بیشتر از همه منافعش رو تامین میکنه. اسلام معتدل
براش بهترین شکلی منافعش رو تامین میکنه که همون سیستم سرمایه‌داری با همون سرکوب و استبداد اونجا بمونه. حالا اسلامش یه خورده بیشتر بشه دوزش، اشکالی نداره، میتونن نگه دارن اینا، میشناسن اینا رو. و به خصوص لیگ عرب پشتشه، عربستان سعودی یکی از مهمترین مؤتلفینش تو همین جریان هست، ترکیه هم افتاده جلوی صف، ارتش آزاد سوریه اصلا تو استانبول تشکیل شده و ترکیه برای خودش اینجا یه مقامی میبینه که شاید بتونه ناسیونالیزم قبلی عظمت طلبش رو تعمیم بکنه. تو سومالی هم رفته بود شرکت کرده بود که شاید بتونه اون مسئله رو حل بکنه. ما با تغییر بالانس قدرت تو منطقه روبرو هستیم، با تغییر مهره های شطرنج روبرو هستیم، ولی در تحلیل نهایی بحث اینه که این نظام ها باید دست نخورده، نه به معنی که حالا حتما یک مثل قذافی سر کار باشه یا بشار اسد، ولی از نظر ساختار سرمایه‌دارانه و یه نظام های استبدادی که بشه توش صدور سرمایه کرد، بشه توش سرمایه گذاری کرد، بشه از گرده کارگر کار کشید و کارگر حق اعتصاب نداشته باشه، به همون شکل بتونن نگه دارن. این اسلام از خود مردم بلند نشده، این اسلام کپک زده. درسته اونجا مصری و تونسیان، ولی این چیزی هست که اتفاقا مثل ایران به شدت صادراتیه به اون منطقه. در آوردن اینها بیرون از صندوق‌های رای تو مصر و تونس و حالا لیبی، اتفاقا اسلامی‌ها یه بخش مهم اون شورای موقت لیبی رو تشکیل میدن و رژیمی که الان سر کاره. سوریه هم باید ببینیم، اسلامی‌ها توش نقش دارن، منتها نوع دیگه‌ای از اسلامی‌ها، نه اسلامی طرفدار رژیم اسلامی، بلکه کما اینکه دیدیم، من اسم رئیس جمهور مصر یادم رفته که رفته بود تو محمد مرسی، بله مرسی، غیر متحده که رفت توی تهران و قبل از اون دو سه بار تا حالا درگیر شده با اینکه رژیم اسلامی مصاحبه هاشو چپ و چوله کرده، تحریف کرده، این حرفا رو نزده، کاملا موضع گرفته در مقابل رژیم اسلامی و نشون میده که نوع اسلامی هست که از غرب حمایت میکنه، چون میدونه غرب و آمریکا پشتشن. من خلاصه کنم، وقتی که میگیم ترجیح میدن، باید ببینیم چرا ترجیح میدن. واقعا غرب اسلامو دوست داره؟ مذهبی دوست داره؟ مذهبی دوست داره، ولی به چه دلیل مذهبی دوست داره؟ به خاطر اینکه میتونه نظام سرمایه‌داری رو و بساط استثمار و سود و زدن تو سر کارگر و مردم رو اونطوری که میخواد به بهترین شکلی نگه داره. یه رژیم آزاد، یه رژیم مترقی که کارگرم حق اعتصاب داره توش، چیزی نیست که اینا میخوان. تو کشور خودشون هم دارن سعی میکنن اینا رو از بین ببرن، اونجا که اصلا نمیخوان بذارن نفس بکشه. به این وقتی نگاه میکنن بین گزینه هایی که وجود داره، میگن آره اسلام، اسلامی ها از همه بهترن، اسمش هم میذاریم اسلام معتدل. وقتی میگن اسلام معتدل، نه اینکه یعنی اینا اسلامی بودنشون کمه، بلکه اینا طرفدار غربن، مثل رژیم اسلامی نیستن، اینا طرفدار غربن، به این معنا معتدلن. وگرنه یکی از اولین قوانینی که پارلمان مصر تو ماه آوریل تصویب کرد که اینقدر سرش اسکاندال را افتاد، این بود که مرد میتونه با جسد زن 6 ساعت تا 6 ساعت بعد از مرگش عشق بازی کنه. تعدد زوجات از قوانینی که آوردن، پایین بردن سن ازدواجه. الان تو دانشگاه‌های تونس استادا و دانشجوهای زن بی حجاب رو اذیت و آزار میکنن. به این معنا معتدل نیست، یعنی همون عقب موندگی، ضد زنش، زن ستیزیش، حجاب، تمام اینا رو توش داره، ولی از نظر سیاسی توی مناسبات بین المللی طرفدار غربه. به این میگن معتدل، به این میگن معتدل. و ترکیه رو گذاشتن الگو و دارن از لیگ عرب استفاده میکنن، از عربستان سعودی، از پولای نفتشون و از امکاناتی که داره، تا بتونن منطقه رو دوباره به آرامشی که خودشون میخوان، یعنی آرامشی که مردم توش بدبختن ولی برای غرب مناسبه، برگردونن. به این معنا به نظر من مسئله بر سر انتخاب اسلام معتدل هست برای این کشورها. و سوریه به خاطر رابطهش با رژیم اسلامی، با تروریسم اسلامی، حزب الله تو لبنان، به خاطر این هست که یه موقعیت ویژه‌ای داره که به هر قیمتی که شده غرب میخواد اون رو با قدرت نظامی سرنگونش بکنه. متاسفانه میدونم شاید زیاد صحبت کردم، این رو میذاریم برای سوال بعدی اگه خواستید. بله، اگر اجازه بدید برای حالات جنبندی بحثم که شده، اگر قبول داشته باشیم که در واقع این اسلام سیاسی یک آلترناتیو شده برای
جایگزینی یک حرکت رادیکالی در کشورهای گوناگون و در واقع کنترل اون حرکت‌های رادیکال و خواست‌های رادیکال در کشورهای گوناگون منطقه و بعد نقش و رابطه سوریه در منطقه و ارتباطش با ایران، شاید هم بشه یک گوشه‌ای داشته باشیم به در واقع جنگ‌های امپریالیستی که به شکل منطقه‌ای خودشو بروز میده. نمونهش مثلا جنگ آمریکا و عراق بود که در واقع بازنده اون بازی شوروی بود و بعد الان هم روسیه و چین خودشون رو در مقابل آمریکا در سوریه میبینن. شاید اینها زنگ خطرایی باشه برای ایران و ارتباطش و به هر حال آینده جنبش. حالا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، چه راهکارهایی رو به نظر شما میبینین؟ چطور، چه ارتباطی، چه درسایی رو ما میتونیم از این جنبش ها بگیریم و در واقع در جنبش خودمون این مسائل رو پیاده کنیم؟ آقای بودشتیان، صحبت هایی اگر دارین به اضافه این به هر حال موضوعاتی که من مطرح کردم اگر هست که در خدمت. بله، اونطوری که صحبت شد، در واقع ما این بحث اسلام معتدل به عنوان آلترناتیوی که در مقابل به اصطلاح جنبش مردمی غیر اسلامی هست وجود داره و علت متعددی هم داره. علت اصلیش شاید این باشه که همونطور که اشاره شد، وحشت اصلی و اولیه غرب، ترس اولیه غرب، نابودی کل نظامه. یعنی من بر سر این بحثی نیست. اصولا موقعی که تجربه لیبی و تجربه سوریه در مقابل اون هست، یعنی حکومت هایی که به شدت بسیار زیاد در مقابل جنبش مردمی ایستادگی کردن و کشته بسیار داده شد، از به اصطلاح از دو سو، از ترسوی جنبش مردمی بیشتر، و اینکه بعد در لیبی مشاهده کردیم که قبیله هایی که در جریان جنبش بودند بعد از خاتمه به اصطلاح سرنگونی، ماجرای سرنگونی رژیم قذافی، اسلحه های خودشون رو پس ندادن. ببینید، برای آمریکا این مسئله به نظر من استراتژیکه. یعنی که حفظ اسلحه به معنی ادامه این روند ساختار شکنی است. البته به این معنی نیست، باز همون مسئله فقر و جنبش ضد سرمایه‌داری است که هر کی اسلحه داره و علیه حکومت حرکت میکنه لزوما مترقی است. قبیله ها برای استحکام منافع خودشون در مقابل نظام فعلی، حکومت فعلی لیبی، ادامه حیات میدن و مبارزه و مقاومت میکنن. میتونه این جنبش ارتجایی ترقی بشه، میتونه ارتجایی ترقی نشه. من مطالعه معینی راجع به این ادامه این قضیه در لیبی نه. اما در مورد اون چی که جنبش به اصطلاح اسلام معتدل هست، همین مکانیزم، همین تحلیل در واقع در پشت ماجرا و پشت حرکت آمریکا وجود داره. اینکه تلاش آمریکا این هستش که به عبارتی نظام از بین نره. در مصر این موفق شد. در واقع انتقالی بود که زیاد خون از دماغ کسی نریخت. در حال 50-60 تا شاید بیشتر و کمتر کشته داده شد، ولی ارتش همطور که اشاره شد در رأس نظام موند و یک کسی که در آمریکا درس خونده و اینکه در ادامه کار آقای مرسی به طور معین و مشخص گام نخستین ریاست جمهوری خودش رو در مخالفت با حکومت اسلامی ایران گذاشتن. برابری میبینید که چاقویش دو سر، یکی این که در مقابل یک نظام سرکوبگر اسلامی مثل رژیم ایران میسته، یکی این که بسیار از اون طرف در مقابل جنبش های رادیکالی که در خود مصر وجود داره هم میسته. یعنی سرکوب در رژیم محمد مرسی ادامه داره. برابری تا اینجا ما حالا بحثی نداریم. اما در سوریه مسئولی هست، ما در مقابل دو تروریسم، یکی تروریسم اسلامی یه حاکم، یکی تروریسم غرب هستیم. من با این تعریف خیلی نمیتونم موافق باشم. چیزی در مقام رژیم سوریه در کاروندش، در به اصطلاح روند و حرکتش، در پراتیک سیاسیش نشون نمیده که این رژیم سوریه اصلا اصولا حتی از قبل است آغاز این جنبش خیلی همچین اسلامی بوده. اتحاد و نزدیکی رژیم سوریه با ایران یک اتحاد استراتژیک هست. البته نزدیکی های اسلامی و دینی وجود داره. خب شیعه
یا اسلام به طور کلی یکی از نقاط اتصال این هاست. این رژیم اسد بیشتر نزدیک رژیم به اصطلاح صدام حسین، رژیم هایی هستن که به نام اسلام صحبت میکنن، حتی رژیم پیشین در مصر هم بوده، اما رژیم های اسلامی اینا نیستن. این نامگذاری خودش از تحلیل احتمالاً اشتباه صورت میگیره. بگه این رژیم سوریه یک تروریسم اسلامی نیست، اسم حاکمه به حکومتیست که پدر ایشون هم همین مدل برخورد داشت، نه پدرش خیلی اسلامی بود نه خود ایشون. باز اشاره بکنم منظورم این نیست که اساساً اسلامی نیستن، بلکه اینکه رژیم اصل یک رژیم اسلامی مثل رژیم ایران اساساً نیست، بلکه یک رژیم تروریسم حاکم سیاسی است که رنگ و لعاب اسلامی هم داره. مسئله بعدی این هستش که به نظر من طبعا اگر رژیم دولت آمریکا و سراسر غرب ترجیح میده که الگوی اسلام معتدل بر جا بنشینه، هم دیگه در صحبت گفت پیشین هم اشاره کردن، یعنی ترکیه رو مدل قرار بدن، لزوما به این معنی نیست که کمونیست هایی هستن که در زندان الان منتظرن که به قدرت برسن. من هم نمیگم که سخنگوی پیشین به این شکل نگاه کرده، ولی این درک نباید بشه. بلکه ما در حتی مصر و در سوریه شاهد وجود جریان های سکولار دموکراتیک مترقی هستیم که این جریان های سکولار دموکراتیک و مترقیش احتمالاً اکثریت هم نیستن. یعنی خیلی میخوام واقع بینانه اشاره بکنم، من طرفدار اون جریان هستم، اما فکر میکنم که ما اونجا ماینوریتی اقلیت هستیم و بیشتر سکوی حرکت به سمت جریانی هم میره که احتمالاً با ارتش آزاد فعلی توافقاتی داره، تمایلاتی داره، باید تمایلات رو بگم. اینجا در واقع من تصور میکنم که بله و نه، یکی از مقاصد اصلی آمریکا در حفظ اسلام معتدل و طرح اسلام معتدل به عنوان آلترناتیو این هستش که نظام میاره، و این لزوما نیستش که کمونیست ها رو در رأس قدرت. یعنی اینو فقط یه دقت کوچولو، یک تصحیح کوچولو میخوام بدم، نمیگم که سخنگوی پیشین تماما این رو گفت، ولی این احتمالا استنباط شاید بشه. دومی که جریان های مترقی به چشم زیاد نمیآمدند، اگرچه به اصطلاح موجود بودند. ما در مصر اونها رو بیشتر می‌بینیم تا در سوریه. اشاره من به سوریه است، دارم تحلیل سوریه رو می‌کنم. یعنی اشاره من به سوریه از این لحاظ مهمه که جریان‌های مترقی در سوریه شدیداً اشاره شد سرکوب شدن از ابتدا، و بسیاری از اونها در زندان بودند، برخی از اونها آزاد شدند در جریان رفرمی که جنبش دمشق در شهر دمشق تونست از بشار اسد بگیره، و این رفرم باعث شد که تعدادی از زندانیان سیاسی پیشین آزاد بشوند. در طی این قضیه تعدادی از رادیکال ها آزاد شدند، اما رادیکال بودن این قضیه نتوانست کلیت جنبش رو به دست بگیره. یعنی این مسئله بسیار مهم است. بخشی از سکولار ها احتمالا این تحلیل رو میشه دوباره چک کرد، احتمالا در همین شورای هستن که میفرمایید در خود ترکیه وجود داره و در جاهای دیگه تشکیل شد این شورا، شورای اپوزیسیون. همه این شورای اپوزیسیون تصور من هستش که همچین طرفداران دستبسته ای آمریکا نیستن، بلکه چه بسا آنها هم به عبارتی احتمالا از فرصت موجود دارن استفاده میکنن و از این فرصت موجود به شکلی دارن استفاده میکنن که خودشون به قدرت برسن. در بسیاری هم موارد، در برخی هم دیده شده که اینها هم زمانی که به قدرت برسن چه بسا تغییر موضوع بدن. امکان داره که تغییر موضوع ندن. من نمیخوام که بگم حتما اینها کسانی هستن که لزوما دارن استفاده یا سوء استفاده از مثل مانورهای سیاسی و مانیپولاسیون سیاسی غرب دارن میکنن، اما این احتمال را ببین که احتمالا در چارچوبه جنبش اپوزیسیون امروز که از ارتش آزاد سوریه دفاع میکنه، احتمالا جریان های سکولار و دموکراتیک هم هستن، و همه اینها دست نشاندگان یا حالا دست نشانده نه دقیق تر بگیم طرفداران سخت حکومتی از نوع پرو امریکن شاید نباشن. این چند نکته هست که من خواستم به طور خلاصه عنوان بکنم که فکر میکنم اندکی لازم بود. بفرمایید. متشکرم از صحبت های شما خانم ماجدی. صحبت آخر رو از شما بشنویم.
من میرم سر سوالی که شما کردین. فکر میکنم که نکته مهمیه که ما بگیم خب چی میشه از این اوضاع رو میشه با ایران مقایسه کرد. اون کشورها، من فقط با این تموم میکنم راجب اون کشورها اون بحثمو، که به طور واقعی مردم این تمام منطقه بلند شدن برای خواستهاشون که به نظر من آزادی بوده، رفع تبعیض و برابری بوده، عدالت بوده، رفاه بوده و رهایی از فقر و این تبعیض گسترده بوده و با مانیپولاسیون‌های مختلفی روبرو شدن تو لیبی و سوریه، با کشتار و سرکوب وحشتناک و جنگ روبرو شدن و ما روشن، من از مبارزات مردم برای خواستهاشون دفاع میکنم و باید تو سطح بین المللی تلاش کرد که هم جلوی دولت اسد وایساد، هم جلوی اون ارتش آزاد سوریه که ناتو داره از همه نظر تامینش میکنه با کمک لیگ عرب و دولت ترکیه و غیره و همینطور در لیبی. ولی حالا باید ببینیم که ایران چی. من میخوام صحبتهای آخرم رو به ایران برسونم. ببینید، به نظر من ایران متفاوت شرایط سیاسی اجتماعیش به نسبت کشورهایی که امروز تو بحثمون بهش اشاره کردیم. متفاوت نه به خاطر فرهنگش متفاوته یا ایرانیا خیلی بهترن یا هرچی، نه، به این خاطر که ایران یک انقلاب شکست خورده عظیم رو پشت سر گذاشته. تو سال 57 انقلابی کرده، انقلاب شکست خورده، کشته داده، وحشیانه سرکوب شده، ولی جنبش اعتراضی علیه رژیم اسلامی یک لحظه هم ساکت نشده. کمونیسم تو جامعه ایران به شدت قوی هست، متحزبه، حتی جنگ نظامی کرده با دولت توی کردستان به طور مثال، و جامعه کلن قطبی تره. یعنی مردم ایران موقعیت فعلی مصر و تونس رو سال 57 داشتن. از 57 به بعد شرایط ایران فرق میکرده. شما با رژیمی سر کار داشتید که با فقط سرکوب و کشتار سر کار مونده به مدت 30 و چند سال، ولی در تمام مدت یک اپوزیسیون جدی از طرف مردم، یه نخواستن جدی از طرف مردم تو جامعه وجود داشته. اگر نبود اینقدرم سرکوب و کشتار لازم نبود. این خیلی روشنه. و از حدود سال 78، یعنی 2 سال بعد از اینکه خاتمی اومد سر کار، با اتفاقی که دم دانشگاه افتاد، موقعیت جامعه متحول شد. جنبش آزادی زن تو ایران یکی از قوی ترین جنبش های آزادی زن تو سراسر جهانه و فقط من راجع منطقه حرف نمیزنم، از اروپا قوی تره، از آمریکا قوی تره و خواستی که داره و تلاشی که داره میکنه برای اینکه بتونه به خواستاش برسه به عنوان یه جنبش اجتماعی توده وسیع و عمیق وجود داره و ما اینو تو تمام وجنات تحرکات مردم میبینیم. سال 88، 3 سال پیش، نقش زنان، نقش جنبش زنان به شدت روشن و متفاوت بود و همه دنیا راجبش صحبت کردن. از اون طرف جنبش برای سکولاریسم تو جامعه ایران قویه، اینقدر قویه که الان اسلامی های سابق مثل گنجی و سازگارا و اینا که توی سرکوب و شکنجه مردم دست داشتن و باید محاکمه بشن، اینا الان اومدن از سکولاریسم دفاع میکنن. چرا؟ چون اگر نیان توی پله سکولاریسم، مردم اینا رو کامل میشورن میبرن، ولی دارن سعی میکنن این سکولاریسم رو کمش بکنن، یه کارایی بکنن که اون سکولاریزم واقعی که مردم شاید دنبالش میگردن توش نباشه. از اون طرف یه جنبش خلاصی فرهنگی قوی شما دارید. نسل جوان ایران میخواد مثل جوانای غرب زندگی کنه، موزیکی که میخواد گوش بده، لباسی که میپوشه، دوست دختر، دوست پسر، سکس، عشق ورزیدن، همه این چیزا کاملا متفاوته و داره یه تحول جدی رو پشت سر میذاره و حتی تو این یه جنبش سیاسی علیه رژیم اسلامی ایستاده. ما تمام اینا رو میبینیم، از سینمای ایران میشه اینو فهمید. سینمای ایران به شدت متفاوته و بروزات اجتماعی که حتی تو سانسور شده ترین فیلم هم میبینید، میتونید این تحولات اجتماعی رو تو جامعه ایران ببینید. کمونیسم به شدت قویه و همونطور که گفتم تحزب یافته است. این فاکتورهایی که در مورد جامعه ایران من برشمردم، ایران رو کاملا متفاوت میکنه از سوریه، لیبی، مصر، تونس، الجزایر و غیره. در نتیجه مانیپولاسیون سیاسی با اون شکلی که تو مصر و تونس انجام شد تو ایران نمیتونه انجام بشه. جنگ یکی از چیزایی که بالا سر ایران گرفتن، حمله نظامی به ایران به بهانه سلاح‌های هسته‌ای،
اون خطری هست که بالای سر مردم گرفتن که اگر اتفاق بیفته جامعه ایران رو نابود میکنه و تو منطقه هم نفوذ خواهد کرد نابودیش. و یه بخشی از اپوزیسیون راست رژیم اسلامی منتظر این جنگن، چه اونهایی که من بهشون میگم ناسیونالیسم پروغرب، یعنی سابقه یه توادار یه رژیم، یعنی مثل رژیم سابق، یعنی رژیم شاه، حالا با تاج یا بی تاج، جمهوری یا سلطنت. یه بخشی از اونهایی که طرفدار رژیم اسلامی بودن ولی الان تبعید شدن، و یک سری از جریانات قوم‌پرست کردستان مثل سازمان زحمتکشان و حزب دموکرات و غیره و ذالک. اینها چشم دوختن به آمریکا و غرب برای اینکه به ایران حمله کنن تا اینها بتونن به نون و نوایی برسن. وگرنه مانیپولاسیون سیاسی به اون ترتیبی که تو مصر و تونس شد تو ایران نمیتونه انجام بگیره، و اون وقت آلترناتیو سازی برای ایران هم نمیتونه به اون شکلی که برای فرضاً سوریه انجام شد برای ایران انجام بشه. ما دیدیم که چگونه اپوزیسیون چپای انقلابی و کمونیستای انقلابی افشا کردن، آلمانو بی دردسر گذروندن، ولی مرکز اولاف پولمه تو استکهلم بی آبرو شدن و تو واشنگتن نتونستن دیگه به اون شکل به کنفرانسشون رو اونطوری که میخواستن برگزار کنن، و بعد تو بروکسل کاری که برای سوریه خیلی راحت کردن، همین مرکز اولاف پالمه برای سوریه چقدر راحت کمک کردن و بعدم تو ترکیه ساختن، تموم شد رفت، احدی صداش در نیامد، در رابطه با ایران افشا شد، بیابرو شد و مجبور شد اینا بگن نه ما آلترناتیو سازی نمیخواستیم بکنیم. اینها منو به اینجا میرسونه که جامعه ایران متفاوته. جامعه ایران خیزشی که مردم خواهند داشت کاملا میتونه به یه انقلاب جدی بدل بشه. مسئله خلای رهبریه، مسئله خلای این هست که خب جمهوری اسلامی رفت، چه باید دنبالش بیاد، که از نظر من اونجا دیگه البته بستگی به این داره که شما خواهانه چه رژیمی باشید. اگر خواهانه این باشید که رژیم اسلامی همراه با سرمایه‌داری بره، یه نظام سوسیالیستی بیاد که رفاه و آزادی و برابری رو بر مردم تامین کنه، وقت دست ما کمونیستا رو میبوسه که چطوری میتونیم این شرایط رو ایجاد کنیم که بشه رهبری مبارزات مردم رو به این شکل به دست گرفت. ممکنه باز هم شاهد یه چیزی باشیم مثل 3 سال پیش که اتفاقا یه جریاناتی چقدر علیه ساختار شکنی حرف زدن، به مردم گفتن خشونت نکنید، پشت موسوی رفتن، پشت سبزها رفتن، و بعد معلوم شد که بابا مردم دارن میگن موسوی بهانه است، کل رژیم نشانه است، و ما باید برای همچین مسئله‌ای تلاش بکنیم. و توی منطقه هم روشن برای آزادی اون مردمی که اونجا هستن، ولی در رابطه با جامعه ایران من فکر میکنم که پیچیده تر از یه نظرهایی، ولی اون شرایطی که ما تو مصر و تونس و سوریه و لیبی دیدیم در مورد ایران پیش نخواهد اومد. فقط باید بتونیم با تمام قوا جلوی خطر حمله نظامی آمریکا و غرب و اسرائیل به ایران رو بگیریم. خیلی متشکرم. خیلی متشکر از شما. بحث سوریه، اهمیت اون در منطقه و تاثیر اون بر ایران رو با حضور خانم آذر ماجدی از رهبریت حزب اتحاد کمونیست کارگر ایران و دکتر عطا هودشتیان شنیدیم. من به نوبه خودم از طرف رادیو پیام از شما خانم ماجدی و جناب دکتر هودشتیان سپاسگزارم به خاطر وقتی که به ما دادین و در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. بسیار سپاسگزارم. متشکرم. شب شما خوش. تشکر. شبتون بخیر. متشکرم.